سلام علیکم بفرمائیں. مخالف بفرما. سلام علیکم. آقای الظاهری جانم بفرمائیں. آقای الظاهری سوالی داشتم. بله. آقای الظاهری این سوره که در قرآن اومده یوسف، اون یوسف که در زندان یوسف از اینکه خواست یوسف از اینکه خواست که به پادشاه مصر کمک کنه، مثلا احوالش به پادشاه مصر بده که بعد جبرئیل نازل شد، خب گناه کردید؟ گناه نه، کجا هم گفتم گناه کردی؟ جبرئیل نازل نشده. کجا قرآن آمده که جبرئیل نازل شده؟ تو فیلم کردی بزنی؟ فیلم رو برو از فیلم ساز بپرس، از من نپرس، من فیلم درست نکردم. اون چیزی که در قرآن آمده از این من بپرس. اصلا خود وهابیت هم این قبول داره که از زنده میگه بخواید اشکال نداره. خود وهابی میگه حضرت یوسف علیه السلام هم به زنده گفته. اون زندانی کجا بود؟ زنده بود یا مرده بود؟ شما به من بگی. اون زندانی که همراه حضرت یوسف علیه السلام در زندان بود قد کردی فرار کردی، و خب زنده بود. حضرت یوسف علیه السلام به اون گفته، به پادشاه به اون که این مظلوم در زندانه، بی گناه در زندان، کجاش اشکال داره؟ کجاش حرامه؟ ها؟ کجاش حرامه؟ اون آقا فیلم ساخته؟ بله در اونجا در اون فیلم اون دستگاه دجال فیلم ساخته عزیز من. دجال به نام دین مردم رو بدین میکنه. زنای اونجا زنها رو آورده که این زنای پیغمبر، یک شه زلیخا ساخته، یک شه فلانی ساخته، اینا خانم های پیغمبر و ناموس های پیغمبر آورده اونجا آرایش میده، در کنار اون منشنه از جده به چشم مردم نامحرم. حضرت یوسف علیه السلام قد بی غیرت بوده که بیاد خانمش در کنار خود بنشنه بر سر تخت اینجوری با آرایش کامل؟ نه بابا جان، اینها یک چیزاش هم راسته یک چیزاش دروغه، راست و دروغه با هم قاطی کردن فیلم درست کردن.